السلام علیکم بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه انیسی کنجی تنهای مهمانی خاندان شماست و این لحظه ما صحبت داریم با اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، خدیجه ملیکوه. درود به شما خدیجه. درود. شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. رحمت. بیایید سر اول خود را خوبتر معرفی کنید، بگید که شما خواننده صنف چندم هستید و عین حال در کدام مؤسسه تحصیل نموده استودید؟ من ملک و خدیجه، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 ناحیه رودکی و در میخواهم در نامینیسیای خواندن و ازیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک مینمایم. یعنی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامینیسیای ادبیات کلاسیکی اشتراک مینمایید. آفرین. طولی چند سال است که در این آزمون اشتراک مینمایید؟ یکم سال است که در این آزمون اشتراک می نمایم. یعنی سال اول است. بله. می توانید در آغاز برنامه بحر ما و بحر آن نفرانی که با او شما رو تماشا کرده ایستادن یک غزل زیبا قرائت کنید؟ بله. غزل از ابو عبدالله رودکی. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحری ستم کاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریفت به دندان سری انگوشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگوشت مکن رنجه به در کفتنی کس، تا کس مکند رنجه به در کفتند مشت. آفرین. واقعا هم خیلی غزل خوب است، غزل تربیوی است. یعنی انسان نباید به در کسی چیکار کند؟ مشت بزند. زیرا اگر در کسی را کفتیم حتما در ما را میکوبند. بگوید که شما از روی این نامینه چقدر غزل ها و شعر ها و ربایات ها حفظ کرده اید؟ من از روی این نامینه 100 تا غزل، 120 تا ربایی، 3 قصیده، 4 تا داستان و دیگر نوهای شعری از برنامونده ام. بیاید پارچه از قصیده برای ما قرائت کنید. بله. قصیده از استاد ابو عبدالله رودکی، شکایت از پیری. مرحبا. مرا بی سود و فرو ریخت هرچی دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود. سفید و سیمرده بود و دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نموند کنون زن همه بی سود و بریخت، چی نحس بود؟ همانا که نحس کیوان بود. نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز، چی بود؟ من بگویم قضای یزدان بود. جهان همیشه چو چشمیست گرد و گردان است، همیشه تابو و داینج گیرد گردان بود. بله، آفرین به شما. خب قصیده شکایت از پیری رو با پرگی حفظ کردید؟ بله. خدیجه شما مثنوی معنوی رو خونده اید؟ بله. داستان هایش رو حفظ کرده اید؟ بله. خب نینومه اش رو میدونید؟ بله. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. کز نیستان تا مرا ببریده اند، کز نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از زنی خود شد یاری من، از درونی من نجست اسراری من. سیری من از نولای من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. کفایه خدیجه. خب شما گفتید که من زیاده از 100 غزل میدونم، از زبونیسو آیا غزل میدونید؟ بله. بیاید یک غزل قرائت کنید از زبونیسو. گرچه من لیلی اساسم، دل چو مجنون در هواست. سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیر پاست. بلبل از شاگردیم شد هم نشینی گل بابا، در محبت کاملم پروانه هم شاگردی ماست. بس که باری غم برون انداختن بر روزگار، جامه نیمی کرد
این نکبین که پشتی ما دوتاست، دختری شاه هم ولی کین رو به فقر آوردیم، زیب و زینت بس همینن نومی من زیب و نیساست. آفرین به شما خدیجه. خدیجه بگوید که در این راه کی شما را راهنمایی میکنند؟ اولا استادم توکل یعقوبزاد و بعدا پدر و مادرم. خدیجه، واقعا هم هر نفری که در این فضای صلح و ثبات و آرامی وطن عزیزمون عمر به سر میبرد، البته اینقدر امکانیت هایی که برای ما نسل جوان برای ما مهیا شده است امروز میسازد که ما شکرگزار باشیم و درباره این وطن عزیزمون البته شعر و سرودها پیوسته قرائت و زمزمه کنیم. شما در وصف وطن شعرها میدونید؟ بله. بیاید یک شعر قرائت کنید. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو، از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. خب خدیجه، واقعا هم شما یک نفر زاده دورانی صاحب استقلال هستید و البته در این دوره های خوب تحصیل نموده استودید. خب چی گفتنی هستید برای این وطن عزیزمون، برای این آرامی و آسایشتگی کشور عزیزمون؟ من افتخار میکنم که زاده دورانی استقلالیت میباشم و از این شرایط هایی که برای ما نسل نورست مهیا گشته است میخواهم ثمرات استفاده برده و در دیگر آزمون های جمهوریوی اشتراک نمایم. آفرین به شما. یعنی هر نفری که نسل نورست است باید که از این امکانیت هایی که برایش مهیا شده ثمرانک استفاده برد، تلاش بیورزد تا در رشد و نموی وطن عزیزمان سهم ارزنده خیش را بگذارد. خب چون شما از روی نامینیسی ادبیات کلاسیکی در این آزمون اشتراک می نمودید، بیاید چند تا رو باید برای ما بخونید. ای نفس که بسته هوا و هوسی، بیشتاب که در حمایه یک نفسی، دنیا مطلب جاه مجو اشوه مخر، که از دوست برای و به دشمن برسی، درختی غم و جانم کرده ریشه، و درگاه خدا نالم همیشه، عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ از تو آدم مثل شیشه. آفرین به شما. از اثرهای نصری کدام اثرها رو مطالعه کرده اید؟ قابوسنامه عنصر معالی کیکاووس، باز بهارستان جامی، گلستان سعدی، جامع الحکایات و دیگرها رو از بر نمونده. شما بیاید برای ما یک غزل دیگر قرائت کنید. تنی آدمی شریف است با جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اگر آدمی با چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میونی نقش دیوار و میونی آدمیت، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد زی جهان آدمیت، تیرون مرغ دیدی توز پایبند شهوت، با درای تا ببینی تیرون آدمیت، نبیونی فضل کردن که نصیحتی تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیانی آدمیت. آفرین. خب خدیجه، بگوید که شما در یک شبانه روز چقدر وقتتان رو با کتابخانه میبخشید؟ من کوشش میکنم که در یک شبانه روز 2-3 ساعت وقتی خود را با کتابخانه صرف نمایم، زیرا که آدمی که انسانی که کتاب میخوند او هیچگاه خور نمیشود، علم به دست میآورد و در جامعه آبرو و اعتبار میگیرد. بله. خب ما برای شما موفقیت خواهان هستیم، بردباری تمنا داریم. شما در آخری برنامه به همه آن نفرانی که ما شما را تماشا دارند چی گفتنی دارید؟ من به آنهایی که حاضر ما را تماشا دارند گفتنی هم که کتاب بیشتر کتاب خونید، زیرا که تنها دوست شما در همه وقت و زمان کتاب می باشد. کوشش کنید که در آزمون های جمهوریوی اشتراک نمایید. بله. بله عزیزان، واقعا هم هر نفری که در برنامه ما اشتراک می نماید و همیشه پیوسته تاکید می کند که انسان باید کتاب بخواند. از اینجا برمی آید که آنها از کتابخانه به جای رسیدن و دانش و ملکه و مهارت خود را صیقل دادند. خب ما بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. رحمت. بینندگان عزیز، یادرس می شویم که قهرمان برنامه ما بودند خدیجه ملیکوا، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. ما در اینجا می رسیم به انجام برنامه انیس کنجی تنهایی. تا برنامه های دیگر شاد و مسرور بمانید. خیر.